زمستان سختی که قرار بود اروپا و ساکنانش را بلرزاند، حالا دارد پایه‌های نظامی را می‌لرزاند که مسئولینش در طول چند ماه گذشته بارها وعده عصر یخبندان در اروپا را به هواداران خود می‌دادند. هشتگ زمستان سخت که در اوایل تهاجم روسیه به اوکراین از سوی مقامات جمهوری اسلامی و نزدیکانشان استفاده می شد، حالا تبدیل به کلید واژه‌ای برای تمسخر خود آنان شده است. آقای ثابتی، انشاءالله خدا به هممون عمر بده ببینیم امسال چی زمستان سختی در پیشه برای دنیا، به خصوص کشوری وارد کننده انرژی، به خصوص اروپایی ها. خودشون دارن به خودشون ظلم میکنن، دولت ها دارن به مردمشون ظلم میکنن. کمبود گاز و انرژی در برخی نقاط ایران سبب شده تا کارخانه ها و واحد های صنعتی یا تعطیل شوند و یا برای ادامه فعالیت ناچار به استفاده از سوخت مازوت، امری که حداقل تأثیرش افت شدید کیفیت هوا و افزایش درصد آلایندگی ها در شهرهای بزرگ نظیر تهران است. گزارش ها حاکی از آن است که حداقل مردم تهران در 20 روز گذشته در هوایی کاملا سمی تنفس کردند. دلیلش هم آنگونه که برخی خبرگزاری ها نقل می کنند روی آوردن به مازوت سوزی جهت تأمین برق و انرژی پایتخت کشوری است که پهپادهایش در اوکراین قرار بود زمستانی سخت را برای اروپایی ها رقم بزنند. اینکه نزدیکان جمهوری اسلامی نظیر احسان حسینی، خبرنگار پرحاشیه فارس، همزمان با وارونگی هوا در تهران سعی دارند تا اخبار جهان را هم وارونه منتشر کنند، حکایت جدیدی نیست. اما حقیقت قابل توجه بازگشت قیمت جهانی گاز به پیش از آغاز تهاجم روسیه به اوکراین و کمبود گاز و انرژی در ایران است. تا آنجایی که تعداد زیادی از پتروشیمی ها در کشور ناگزیر به تعطیل موقت به دلیل افت شدید فشار گاز شدند. تمهیداتی که اروپایی ها از تابستان امسال در پیش گرفتند شاید تبدیل به راهکاری همیشگی برای قاره‌ای شود که مشکل انرژی همراه همیشگیش بود. طرح هوشیاری انرژی امتحان خودش را به خوبی پس داد و برای مثال فرانسه با آنکه برج ایفلش هم هر شب روشن بود، رکورد تاریخی کاهش مصرف برق را به ثبت رساند. در عوض تمهیدات مسئولین جمهوری اسلامی در تمام حوزه‌ها از انرژی و اقتصاد گرفته تا بهداشت همیشه درس عبرتی برای خودشان بوده تا دیگر آن راهکار را تکرار نکنند. مردم در شهرهای مختلف ایران در حالی دیماه سرد زمستانی را سپری می کنند که بازار دلار و تورم در ایران داغ داغ است و شعله‌هایش زندگی میلیون‌ها ایرانی را می سوزاند. هوای پاکی برای تنفس نیست و سرمایه‌های مردم ایران نیز از کشور خارج می شود. به نظر می رسد زمستان امسال برای نظامی که حالا دوستان و شرکای پیشینش نظیر چین و ونزوئلا هم دست گرم دوستی به سمت رقبای منطقه‌ای و دشمنانش دراز کردند، بسیار سخت‌تر از آن است که پیش‌بینی می کردند. امیر گیتی، صدای آمریکا، لس آنجلس.